سلام آقای عدادی، صبح بخیر. صبح شما بخیر. چیکار داری میکنی؟ یه ذره غذا خریدم بدی به هاپوا. خواهدت گل... اجازه بده اجازه بده. ببین نه رو چمنه نه گله گله بریز. ای جانم تو چی میگی اون بالا صبح اول صبح؟ ای جون واسه نمیذاری سر دیوار بریز. آره خوشگله من تو چی میگی رفیق؟ این هاپوی دم خونمونه بلفیه. آقا بلفی آخلای بگردم واسه تون مادر. صبر کن گله گله بریزه. صبر کن جان، تو هم میخوای؟ واسه این سوا بریز بد اخلاق. دربونه بیا. بد اخلاق سر کوچه است. هاپو بیا. تو بیا اینجا بخو. آها بخو بخو اون مال تو اون مال تو. حتی گله گله که بریزی خب دیگه هی یکی یکی بالاخره یکی خالی میشه. ببین ببین نگاه. آها ببین برو برو مال تو برو قربونت برم الهی. نه نونو نونو ببین پدرسگو تا بلفی بیا اینجا غذا تو بخو. بلفی اینقدر خنگن فکر میکنن یه چیز دیگه است. خب برای اینطوری گله گله قربونتون برم. نوبت شما نشده الی بگدم اون چه ترسیده. بیا بیا قربونت برم بیا غذا بخور. بیا بیا. خب برو برو نه ببین گله گله دارید دیگه برید غذا بخور. آخه اینم غذا دلش میخواد. حتی یه ذره برای گربه بری سر دیوار. این خیلی هاره خیلی هاره. کم کم بتونه بخور. آخی عزیزم بشه اونجا بخور. گشنت بود؟ آره. این هاپوه خیلی بد اخلاقه منم میدونم خیلی بد اخلاقه. حداد اونو ببین میترسه بیاد. چرا اینجوری میکنین شما؟ چه واسه خودشون قلم رو دارن؟ خب حالا دیگه چون گله گله شد میرن هیچکی نمیتونه با اون یکی. نه ها بیا این برم هست میخورن قرونتون برم. آره بیا پرس اضافه هم داریم هرکی گوش نشه. آره پرس اضافه. تو چرا بد اخلاقی ها؟ چرا فکر میکنی همه بد مال تو باشه؟ چرا فکر میکنی؟ چرا؟ آره بد اخلاق بد اخلاق بد اخلاق. بچه ها فکرم هاپوهای ما شبیه این بشن. حتی نکنیم باباشونه به خدا اصلا نره. آره نه من فکر کنم شب باور کن چیزه هاپوها خیلی شبیه اینه. اون حالا بگم همجور وایستده. آره آخی بخو نوش جونت اینم صابونه مخصوص. بچه خدافز خدافز. خب آقا عدد کجا داریم میریم؟ بله میریم تهران ساعت 5 صبح. گرفتار کردیم خوابن ما اینجا داریم بچه داری میکنیم. آره میریم چی رو بگیریم؟ بدبخ شدیم. این کولره ما رو مچل کرده به خدا. پس بگیریم. آره زیاد که میشه دیگه به هم دیگه چیز نمی کنن اعتراض نمی کنن. اینجا طبقه اول پاساژ ایران زمینه توی پردیس. دوستانی که دوست دارن بدونن کجا رشته رفتم برای ناخونا مادم اینجا همیشه هم اینجا میام
چیزای قشنگی داره، وقتی خریدم میکنم بعد میرم، ولی الان عجله دارم به خاطر دوستم که داره میاد، مجبورم خیلی زود برگردم. چون همیشه سری میایم اینجا یه سری دیدم میکنیم از این بدلیجات و با چه خوشگلن انگشتراش، بعد به وقت هم خرید میکنیم. آخ آخ گوشوارو دلم رفت. من مثل این بچه ها میمونم، هر چقدر که بدلیجات ببینم باز دوست دارم. خب وای وای اینا رو خیلی خوشگلن، خیلی خوشگلن. به 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 چه تاج قشنگی. اینجا سالن طبقه سومه که پر از آرایشگاه‌های سالن زیباییه. هنوز مثل قدیم میام آرایشگاه، سالن زیبایی هم که من میام اینجاست برای ناخون. خلاصه خیلی مایل خانم کارشون درسته. حالا تنها شدیم با هم. سلام میکنم خدمت همه عزیزان، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز اومدیم تهران، چند کار قرار بود انجام بدیم، یکیشم دیدن دوست انگلیسی مونه که اون سری موفق نشدم، ولی این سری خدا رو شکر مادرم موفق میشه. خدا قبل از که ایشون بیاد برم ناخونم هم درست کنم. تو زیبا هستی، خوشگل هستی، قربونت برم، دست درد نکنه مایلا جون، خیلی عالی، خیلی ممنون، قربونت بشم، قربونت بشم، مرسی واقعا، دست درد نکنه، خسته نباشی، قربونت بشم، مرسی. وعفت خانم بیاریم چیکار کردی؟ ناخونامو یعنی خدا وکیلی مایلا گل کاشت. این هم از ناخونای من. توی آرشگاه فیلم گرفتم، خیلی کارش خوبه داد، یعنی اینقدر ظریف کار میکنه، اینقدر تمیز کار میکنه. اون روز رفتیم نوشهر با دوستمون، با سمیرا جون بودیم و رفتیم برای آرشگاه. بعد چی؟ صحبت کن. بعد دیگه سمیرا خانم باز یه خانمی که باهاش کار کرد ناخوناش درست کرد، اون خوب بود، ولی اون خانمی که برای من کار میکرد مثل این که تازه وارد بود، تفلی بلد نبود. بعد اون مسئولش از همه بدتر که اون اهمیت نمیداد، یعنی از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 6 غروب که سمیره جون ناخوناش رو درست کرد، موهاش رو درست کرد، من زیر دست این خانم بود. مثلا نگران شدم شما اینقدر دیر کردی. اصلا دوغون کرد ناخونامو، بعد خیلی درد میکرد و اصلا نمیتونستم مدلش تحمل کنم چون خیلی همطور فیک کار کرده. دیگه چون من همیشه میام پیش مایلا نوشه، هر وقت میام نوشه اینجا میرم ناخونامو درست میکنم. پردیس یا نوشه؟ هر وقت میام تهران ببخشید، پردیس اینجا ناخونام درست کنم، به خاطر که خیلی خوب.
دوستمون که از انگلستان اومدن امرو قرار پشیک بیارن. بعد مامان اسمت و نرگس نه همه شماله. فقط این که ما هانی جونو داشتیم تهران، به هانی زنگ زدم گفتم هانی فقط از بندر عباس کی میرسی؟ گفتش که مثلا این ساعت و این دقیقه و اینا میرسم. گفتم خب دو سه ساعت بعدش من خودمو میرسونم، چون قراره که دوستمون که موفق نشدیم ببینیم ایشون رو بیان که همدیگه رو ببینیم. اون طفلی هم برای سه‌شنبه پرواز داره، خیلی موقعیتش و وقتش کم بود، حالا قرار شد که بیاد خونه هانی جون همدیگه رو ببینیم. ما گفتیم ایشون از لندن تشریف آوردن، زحمت کشیدن، با اینکه دو ماه اینجا بودن خیلی گرفتار بودن، هم عمل داشتن، هم خود برای همه شادی باشه، برایشون یه فوتی هم داشتن، خلاصه حسابی گرفتار شدن که میگو بچه ها رو الان دو ماه پیش عمشونن ندیدمشون انقدر که کار داشتن. بعد دیگه گفتیم خب ایشون ارزش دارن که ما، ایشون از لندن اومدن تا اینجا، ما نباید بیایم تا تهران. خیلی البته برایشون برنامه داشتیم که تشریف بیارن شمال، چند وقتی پیش ما باشن با بچه ها، قرار بود با هم تبریز بریم، ولی همه برنامه هم به هم خورد. ولی قول داده سری بعد که اومد اول بیاد پیش من، هیچ کس هم متوجه نشه، بعد بره جای دیگه بگرده. شما هم باید همین کار رو بکنید، چه وقتی که میرید داخل فامیل دیگه از دسترس خارج میشه. به اسم ما میان، میان تو فامیلاشون، ما رو یادشون میره. یعنی که از دسترس خارج میشن دیگه، نمیتونن بیان. خلاصه که هانی جون هم تو زحمت انداختیم، کلی تدارک دیده تا مهمونمون بیاد. دست هانی جون هم درد نکنه، منتظر میشیم تا مهمونمون تشریف بیارن. یه بار دیگه بگو سرش بلو رو باید چی کار کنی؟ سرش بلو رو داریم این چند شیکمه. سرش بلو رو باید مرغی که درست کردی بچینی توی دیس، بعد نصفش رو برنج سفید اندازه مثلا یک سانت و نیم دو سانت کلن زرش و خلال پسته و زعفرون، اونو میگن زرش بلو. بله. ولی اینو حالا فیلم برداری نشه، باید با دست بخور. مخصوصا که یکم ولرم شده باشه. آره یه ذره ولرم باشه دستت نسوزه. آره بعد مهمونام که زرشک نخوردن، چون هم روغن کرمانشاهی داشت، هم مغز پسته داشت، آقا حتی قشنگ تلافیشو در آورد. یعنی رژیم و گذاشتم زیر پا له له له. خب هانی خانم این چیه؟ شربت زیت. شربت زیتون از مهمونمون جنوبی پذیرایی کردیم. شربت زیتون، چای کرک و رنگینک درست کردیم. آخه دست درد نکنه. مهمونمونم مطمئنن که سورپرایز میشه با پذیرایی تو. چه رنگیه، چه بامزه از شربت زیتون. میوه ی زیتون ها؟ گواوا میشه اسم مثلا بین‌المللی. آها گواوا. آره. به به چه رنگینکی که عطرش منو دیوونه کرد. خیلی این رنگینک رو باید با چی بخوریم؟ با چایی یا با؟ من با چایی کرک بدون شکست میخوام بیارم. آها. خب با چایی هم خیلی عالیه. خیلی خوب، دست شما درد نکن. اینا چیه؟ آرمان جان عزیز، اینا لوازمایی که شما فرستادی. اول از اینکه سلام میکنم خدمتت، ببخشید هول شدم بس که دیشب خندیدیم برای حرفات بخاطر اینا رو یکی یکی من باز میکنم، همشون تکمیلن، دستتون درد نکنه، خیلی عالی هم، خیلی عالی هم. اینه مال نرگسه؟ این مال نرگسه اینجا. خب که میکروفونه اونا و با جعبه شون این همینطور، این نمیدونم مال کیه، فقط این هدلایتشه، میک، سپایه. بعد مال منم از این سپایه ها داره؟ دقیقا همین وسایل رو شما هم دارید. خب بعد نگینم بوده آخه. یه دونه از این سپایه ها مونده هستش. کجا؟ اون. آها. یکیش مال منه، یکیش مال نگینه. میکروفون هم مال سعید است. میکروفون مال سعید. دست شما داره. اینا هم دوباره هستن. آره اینا رو بعدا دیگه بعد درست راستش کنیم ببینیم چی بچه. خیلی خوب باش، مرسی. بعد دوستمونم که تشریف آوردم، غیر از این که یه سری وسایل صوتی بود برای کارمون که آرمان جون زحمت کشیده بودن از انگلیس، با همدیگه رو پیدا کرده بودن، تماس گرفتن،
آرمان جون زحمتشو کشیدن و دادن به دوستمون که از انگلیس میخواستن بیان و برامون آوردن. حالا خودشون اومدن، کلی هم خودشون وسایل آوردن که خیلی خیلی ما رو شرمنده کردن. این وسایل همه مال هانی خانومه. بعد دیگه واسهتون بگم ساعت و کرم و ادکلون و نمیدونم هر چی که فکر کنید یه خانم دوست داشته باشه رو برامون آوردن. این مال سهم خانی جونه و اما این روی سکه. ببخشید من داشتم سوا جدا میکردم برای آقا عزاد کتولی رو میشن. بعد دیگه من گفتم که تا ایشون تشریف بردن من بشینم اینا رو جدا کنم. جدا مال خودم رو جدا کردم آقا عزاد، من خودم جدا کردم. حالا دیگه بعد کفش و لباس و اتکلون و اینا رو همه رو جدا جدا بچینم ببینم کی مال کیه. حالا خدا کنه تا فراموش نکردم هر کدوم سر جای خودش بذارم. بعد اینم تازه بیشتر این کادر رو خودم گیرم. آره یه عالمه کادرهای خوشگله، دستشون درد نکنه. بعد تازه اینم آرمان برام فرستاده، اینم از طرف آرمانه برای من. اوه آره بذار مشماشو باز کنم که توی فیلم خوشگل بیاد. بکنم مشماها توی فیلم بد میفته نه؟ برداخ شده قشنگ معلومه. آره آرمان جون دستت هم درد نکنه. وای خدا ببینم. وای خدا چقدر این خوشگله. آخه مرسی آرمان جون مرسی. ویدیو رو دیده که من انگشتر خریدم و اینا. بعد با مامانش مهناز جون دستتون رو میبوسم، خیلی زحمت کشیدین، انشالله باشه که ایران اومدین جبران کنیم. با پسرشون آرمان جون دیگه خلاصه با همیه گفتن که خاله رفته انگشتر خرید، تقریبا شبیه اینه، یه همچی چیزی رو سفارش دادن که براشون از شرکت بیارن و دیگه ما رو شرمنده کردن. اینم از آرمان جون. دیگه بقیهش هم دوست خوبم از انگلیس کلی لباس و نمیدونم کیف و لوازم آرایش و کلون و هر چی که بگوشو بکنیم برام آوردن، دستشون درد نکنه. حالا من بشینم اینا رو جدا جدا کنم، میشه که یادم نرفته باشه. حالا مامان اسمر، نرگس جون، نگین، ساناز، خلاصه همه رو باید به یادم هست بذارم کنار. دوستان خوبم، گفتم شاید خالی از لطف نباشه که قسمت های جدید بزرگراه تهران چالوس رو ببینید که افتتاح شده و از خود تهران همچنان تونل هست و یه مقدارم وسط های این تونل ها بازه که به اصطلاح جاده حالت معمولی پیدا میکنه، ولی بیشترش تو تونله. تقریبا 3-4 تا فازش رو باز کردن، همه تونل ها رو به هم وصل کردن و تقریبا تا نرسیده به سیاوشه اتوبان شده و از این طرف که از طرف تهران که میخواییم بریم خیلی خیلی راه راحت شده. جلان تونل تموم شد، دوباره حالت بزرگ راه شده تا میره برای تونل بعدی که دوباره وصل میشیم. دوباره وارد تونل بعدی میشیم. در واقع این اتوبان و این تونلا باعث شده که ما دیگه جاده چالوس رو با اون زیباییاش رو نبینیم، یعنی نه کندوان رو میبینیم، نه گچسر رو میبینیم، نه سد کرج رو میبینیم، همچنان توی اتوبان ها میریم، ولی خب هم زمان کمتری رو لازم داریم برای رفت آمد و همین که امنیتش به حال خیلی خیلی بیشتر. ساعت 12 شبه و ما رسیدیم به فاز بعدی تونلامون. خیلی راحت و خوب فقط رفتش هست، یعنی از تهران به شمال هنوز اون قسمتش باز نشد. روشن مسیر رو دوست دارم. خب دیگه ما تهران رو به مقصد نوشهر ترک کردیم و داریم برمیگردیم خونه.
تیکایی که بین تونل هم هست خوبه بازه که حالا هر کم میخواد آره هم مسیر هم میتونه خارج بشه و از اتوبان خارج بشه بره تو جاده قدیم. انشالله که جاده عمرتون همینطور طولانی باشه و روشن و همراه با سلامتی. آمین. سلام سلام صد تو سلام. خوب صدا در آوردیم از خودتون، صدا نکنید بیرونمون میکنن. این خانمم دوباره افتاد به غذا. خب اینم از داستان موچی خانم. خب عزیزان ما از تهران رسیدیم، تقریبا ساعت 3 حسابی هم خستیم، ولی خب این سفر سفر خوبی بود. خانم گلمون که از لندن اومده بود دیدیم و خلاصه کلی خاطراتی برامون از این سفر ساخته شد. همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار. بنده که داغان داغانه. در نبود خاله حسین به آفو و غذا میده. او بیرون هم کنم ایا بزن قد اون سفیده هم اونجا به کجاستی باید بیا غذا یه شم حسین جان زباد آلو سلام. بهش غذا آوردیم. اینم مامان بچه ها. لیدی هم داره بر خودش میره.